این ویدیو داستان زندگی محرم اسرار نظامی آخرین شاه ایران است. ارتشبد حسن طوفانیان، جنرال 4 ستاره‌ای که مسئول خریدهای نظامی ایران در 1 دهه پایانی سلطنت محمد رضا شاه بود. سالهایی که با جهش قیمت نفت، آتش شاه ایران برای خریدهای سرسام‌آور نظامی افزایش یافته و ارتشبد طوفانیان به چهره‌ای مشهور در جهان، مخصوصاً در میان کمپانی‌های تسلیحاتی آمریکا تبدیل شده بود. وقتی در سال 1355 کنگره آمریکا تحقیقات درباره پرداخت رشوه در قراردادهای تسلیحاتی ایران و آمریکا را منتشر کرد، زد و بندهای مالی میان اطرافیان شاه و شرکت هواپیماسازی گرومن آمریکا برملا شد. مدیرعامل نورثروپ گرومن فاش کرد که در نامه به ارتشبد طوفانیان تضمین کرده بود در ازای خرید 80 فروند جنگنده F-14 28 میلیون دلار کمیسیون به طرف ایرانی پرداخت کند. مطبوعات بین المللی که خریدهای گسترده نظامی ایران را با وسواس دنبال می کردند نوشتند که شرکت‌های آمریکایی جنگنده‌های 20 میلیون دلاری را 30 میلیون دلار به ایران فروختند و واسطه‌های خرید ایرانی بین 8 تا 12 درصد در برخی قراردادها پورسانت دریافت کردند. حتی قراردادهایی که دولت ایران بی واسطه آن را با طرف آمریکایی امضا کرده بود. در سالهایی که ایران سالانه نزدیک به 10 میلیارد دلار خرید نظامی داشت، ارتشبد طوفانیان، ابوالفتح مهوی دوست نزدیک شاه و ارتشبد خاتمی شوهر خواهر شاه از جمله افرادی بودند که در بسیاری از این قراردادها کمیسیون‌های کلان دریافت می‌کردند. کمیسیون‌هایی که شاه هم از آن اطلاع داشت و طوفانیان با هماهنگی شخص اول کشور آن را دریافت می‌کرد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. قبل از تماشای این ویدیو، اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. حسن طوفانیان در سال 1292 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش میرزا مهدی در امامزاده یحیای تهران دکان خیاطی و پارچه فروشی داشت. طوفانیان پس از پایان دوره ابتدایی تحصیلات متوسطه را در مدرسه ادب و دارالفنون طی کرد و در تیر ماه 1312 با معدل 13.7 دیپلم گرفت. در مهر ماه 1313 وارد دانشکده افسری شد و در سال 1315 دوره دانشکده را به پایان رساند. در بهمن 1316 خلبان نظامی شناخته شد و درجات نظامی را یکی پس از دیگری دریافت کرد و در فروردین 1330 به درجه سرهنگی نائل آمد. سپس برای طی دوره فرماندهی و ستاد دافوس به آمریکا اعزام شد و دوره افسری رزمی را طی کرد و پس از بازگشت از آمریکا به فرماندهی آموزشگاه خلبانی منصوب شد. همچنین به استادی دانشگاه جنگ برگزیده شد و اصول تاکتیک واحد هوایی را تدریس می کرد. طوفانیان در مهر ماه 1336 درجه سرتیپی گرفت و عضویت کمیسیون دائمی سازمان دفاع نظامی را عهده‌دار شد. او در مهر ماه 1341 به درجه سرلشکری دست یافت. یک سال بعد طوفانیان مسئول خریدهای نظامی ایران شد و تا پایان حکومت پهلوی عهده‌دار این سمت خطیر و پولساز بود. طوفانیان در فروردین 1345 درجه سپهبدی گرفت. او در سال 1340 به عنوان آجودان شاه برگزیده شده بود و حالا با عنوان تیمسار سپهبد حسن طوفانیان آجودان لشکری شاهنشاه آریامهر در برخی سفرهای داخلی و خارجی شاه را همراهی می کرد. ارتقای طوفانیان به آجودانی شاه نشان از اهمیت جایگاه و خدمات او به پهلوی دوم دارد.
از نگاه تحلیلگران امور نظامی، افرادی به عنوان آجودان شاه گزینش می شدند که مراتب وفاداری آنان به اثبات رسیده بود و شاه کاملاً به آنها اعتماد داشت. برای انتخاب آجودان رتبه نظامی اهمیت چندانی نداشت. یک سروان همچنان که یک ارتش بود می توانست بدین منظور برگزیده شود. محمد رضا شاه دارای یک سرای نظامی بود که ریاست آن را جنرال آجودان بر عهده داشت و معمولاً همواره چند نفر به عنوان جنرال آجودان منصوب می شدند و هر شب یک جنرال آجودان به عنوان کشیک در کاخ شاه اقامت داشت تا در وضع اضطراری به یاری شاه بشتابد. مسئولیت آجودانی شاه به منزله سکوی پرتاب طوفانیان در مسئولیت‌های مختلف بود. او در آبان ماه 52 به درجه ارتش بودی نائل آمد. محل سازمانی این درجه جانشینی وزیر جنگ و شغل اصلی او ریاست اداره کل صنایع نظامی بود. حسن اعتماد محمد رضا پهلوی به او موجب گردید طوفانیان محرم اسرار نظامی شاه شود و نقش مهمی در معاملات اسلحه ایران بازی کند و سرانجام به شهرت جهانی برسد. با افزایش درآمدهای نفتی ایران در دهه‌های 40 و 50 ایران به بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی از آمریکا تبدیل شده و حالا ارتش بود طوفانیان نقش کلیدی در روابط شاه با آمریکا پیدا کرده بود. تحلیلگران آمریکایی مسائل ایران در کتاب سری تشریح وضع کلی ایران در بخش نیروهای مسلح طوفانیان را در زمره 15 نفری که در تصمیم گیری‌های مملکتی طرف مشورت محمد رضا پهلوی واقع می‌شدند قرار دادند. در این گزارش پس از ذکر نام افرادی چون اسدالله علم، نعمت‌الله نصیری، غلامعلی اویسی و امیرعباس هویدا به عنوان نفر پنجم نام حسن طوفانیان آمده است. در این گزارش درباره او چنین نوشته شده: شاه به گزارش‌های او در مورد ارتش اطمینان دارد. او اطلاعات را در این زمینه یا خودش می‌دهد یا با کمک منابع آمریکایی این کار را می‌کند. او اغلب از آمریکا دیدن می کند. سه بچه او در دانشگاه‌های پزشکی آمریکا تحصیل می کنند. طوفانیان از تکنولوژی ارتش آمریکا ستایش می کند. اما به راستی چه عواملی ارتقای طوفانیان به این مراحل را موجب شد؟ ارتشبد حسین فردوس در این باره می گوید: نام ارتشبد حسن طوفانیان به علت نقش او در معاملات اسلحه ایران شهرت جهانی یافته بود. او بیش از 10 سال مأمور منحصر به فرد خرید سلاح از کشورهای مختلف جهان بود. نمیدانم که طوفانیان چگونه توسط محمد رضا شاه انتخاب شد، ولی حدس میزنم که به علت طی دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد با مستشاران نظامی آمریکایی در ایران از طریق آنها به محمد رضا معرفی شد و از آن پس خریدهای گزاف اسلحه ایران را ترتیب میداد. طوفانیان خودش در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در سال 1354 میگوید: من به فرمان مطاع شاهانه از سال 1342 که وضع اقتصادی رو به بهبود گذاشت مسئول خرید اقلام دفاعی مملکت شدم و این مأموریت را تا به امروز انجام دادم. برجسته ترین ویژگی طوفانیان حسن اعتماد محمد رضا شاه به او بود، به گونه ای که همه او را محرم اسرار نظامی شاه میپنداشتند. جیمز بیل نویسنده کتاب شیر و عقاب روابط بدفرجام ایران و آمریکا در این باره می نویسد: ارتشبد حسن طوفانیان بین سالهای 1964 و 1978 در تمام فروشهای اسلحه آمریکا به ایران عمیقاً درگیر بود. او به اقتضای موقعیت خود نه تنها با مقامات رهبری در ارتش آمریکا تماس دائم داشت، بلکه با بالاترین مقامات اجرایی معاملات دفاعی در تماس بود. خریدهای نظامی در دورانی که طوفانیان مسئولیت آن را بر عهده داشت به اوج خود رسید. در یک فاصله زمانی 20 ساله از 1950 تا 1971 کل خرید تسلیحاتی ایران از آمریکا به 1 میلیارد دلار هم نرسیده بود. اما بین سالهای 1971 تا 1978، یعنی فقط در عرض 8 سال آخر سلطنت شاه، میزان خرید سلاح از آمریکا آنقدر سریع افزایش یافت که از رقم نجومی 19 میلیارد دلار هم فراتر رفت. روند تصمیم گیری درباره خرید اسلحه نیز چندان دشوار و پیچیده نبود.
در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بخش فروش تسلیحات به ایران آمده، فرایند تصمیم گیری دفاعی در ایران نسبتاً ساده است. شاه در مورد کلیه خریدهای عمده تصمیم گیری می کند و معاون وزیر جنگ او جنرال نیروی هوایی حسن طوفانیان این تصمیمات را به اجرا می گذارد. بی تردید طوفانیان نه تنها محرم محمد رضا شاه پهلوی بود، بلکه مورد وثوق و اعتماد آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها و فروشندگان وسایل و جنگ افزارهای نظامی هم بود. به گفته کارشناسان درباره خرید جنگ افزارهای نظامی، این شاه بود که تصمیم می گرفت چه چیز به چه مقدار از کجا و چگونه خریده شود. طوفانیان خودش در این باره می گوید شاهنشاه آریامهر در مقام رهبر و فرمانده کل قوا انتخاب نهایی را انجام می دهند. ارتش بود فریدون جم نیز در این باره می گوید اعلی حضرت شخصا انتخاب می کرد. دستور می داد به طوفانیان که طوفانیان برود بخرد. نه وزارت جنگ کنترلی داشت روی این خریدها، نه ستاد بزرگ ارتشداران کنترلی داشت. اعلی حضرت بود و بانک مرکزی و طوفانیان و سفارت آمریکا. اصلا ارتش هم اطلاعی نداشت. حالا کمپانی‌های اسلحه سازی در آمریکا رقابت پرسودی برای فروش سلاح به ایران آغاز کرده و برای جلب نظر مقامات ایرانی حق و حساب‌ها و پورسانت‌های عجیب و غریبی پرداخت می‌کردند. غلامرضا نجاتی، سرهنگ نیروی هوایی شاهنشاهی، در کتاب تاریخ سیاسی 25 ساله ایران می‌نویسد کمپانی‌های فروشنده هر کدام برای خود واسطه‌های متنفذی در تهران پیدا کرده بودند. هرج و مرج به حدی بود که حتی سپهبد حسن طوفانیان نسبت به روش کار معترض بود. صورت حساب‌ها با بهای سفارش‌ها تطبیق نمی‌کرد. کمیسیون‌های کلانی به واسطه‌ها پرداخت شده بود. حتی بابت سلاح‌هایی که دولت ایران مستقیماً و بدون واسطه از دولت ایالات متحده خریداری کرده بود، حق کمیسیون محاسبه شده بود. کمپانی‌ها حالا از دادن هر گونه رشوه‌ای به عوامل ویژه که روابط نزدیک و محرمانه‌ای با دربار و محمد رضا شاه داشتند، دریغ نمی‌ورزیدند. در بسیاری از موارد این رشوه‌ها به قیمت سلاح‌ها افزوده می‌شد. ارتش بود فردوس درباره این رشوه ها و حق و حساب دادن ها می گوید مسلم است که فروشندگان سلاح به طوفانیان حق و حساب می دادند. این یکی از اصول متداول جهانی در معاملات تسلیحاتی است. در معاملات بزرگ تا 2% و در ارقام کوچک تا 5% پرداخت می شود که فروشندگان بدون سؤال به حساب مسئول خرید می ریزند. البته طوفانیان به نحوی عمل نمی کرد که محمد رضا حساسیت پیدا کند. او ارقام دقیق پورسانتاج را به محمد رضا می گفت و او مقداری را به خود طوفانیان می داد و در مورد بقیه مبلغ دستور می داد که به کدام اشخاص و به چه مبلغی پرداخت شود. در اکتبر 1973 بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل، هنگامی که کشورهای نفت خیز عربی صدور نفت خود را به آمریکا و اروپا تحریم کردند، کمبود نفت به گونه‌ای چشمگیر محسوس شد. شاه با استفاده از تحریم نفتی اعراب، نفت ایران را با تولید بیشتر به چند برابر قیمت فروخت. بودجه نظامی به شدت افزایش یافت. حالا دیگر شاه به لطف دلارهای فراوان ناشی از فروش نفت قادر بود هر سلاحی را خریداری کند. کمپانی‌های تسلیحاتی که حالا می‌دیدند چگونه محمد رضا پهلوی به ثروت کلانی دست یافته بود، با ارائه صورتی از پیچیده‌ترین سلاح‌های جنگی او را بیش از پیش به خرید محصولاتشان تحریک می‌کردند. افشای پرداخت رشوه توسط شرکت‌های بزرگ آمریکایی به مقامات ایران در سال 1355 یک رسوایی بزرگ در ایران و آمریکا را رقم زد. دو سال قبل از آن در تابستان 53 نیکسون موافقت کرده بود که شاه هواپیماهای F-14 که یکی از مجهزترین و پیشرفته‌ترین هواپیماهای شکاری جنگنده جهان بود را خریداری کند. کمپانی گرومن سازنده این هواپیما بود. رقم قرارداد برای خرید 80 فروند جنگنده F-14 2.2 میلیارد دلار بود. انعقاد این قرارداد کلان بسیاری از کشورها و همچنین کارشناسان نظامی جهان را شگفت زده ساخته بود.
هزینه تمام شده ی هر هواپیمای F-14 برای آمریکا 20 میلیون دلار بود. حالا که همین هواپیما به ایران به مبلغ 30 میلیون دلار به فروش می رسید. این افزایش نرخ 50% کاملا غیر عادی بود. ماموران تحقیق سنای آمریکا پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک فاش ساختند که در جریان فروش هواپیماهای F-14 و F-5 از سوی دو شرکت آمریکایی حق و حساب‌هایی به مقامات ایرانی پرداخت شده است. مطبوعات معتبر دنیا سخن از پرداخت مبلغ 24 تا 28 میلیون دلار از سوی شرکت گرومن به واسطه‌ها و نمایندگان طرف ایرانی به میان آوردند. بنا به نوشته نیویورک تایمز، ریاست کل شرکت بین المللی گرومن اعتراف کرد که شخصا نامه‌ای به ارتش بود طوفانیان معاونت وزارت جنگ شاه که افسر مأمور خرید بود نوشته و در آن پرداخت 28 میلیون دلار را تعهد نموده است. به نوشته نیویورک تایمز، زمانی که طوفانیان در برابر چنین اعترافی قرار گرفت، با چهره ی حق به جانب و آزرده و خشمگین، ضمن تکذیب خبر پرداخت پورساند به افراد ایرانی، شرکت گرومن را مسئول این سوء استفاده ها معرفی کرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا حقیقت دارد کمپانی گرومن آمریکایی پرداخت هایی به 6 نفر ایرانی داشته، اظهار داشت این خبر 100% غلط است. شاهنشاه آریامر به آمریکا تشریف فرما شدند و هواپیماهای F-14 و F-15 را شخصا بازدید نمودند و بدین ترتیب اگر فرد یا سازمانی اظهار دارد که دخالتی در این خریدها داشته، دروغ محض است. طوفانیان در این مصاحبه مطبوعاتی دریافت رشوه را به گردن برادران لاوی، دلالان ایرانی آمریکایی انداخت و گفت که آنها بدون اطلاع او اقدام به دریافت پورسانت از طرف خارجی کردند. تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌داد یکی از ایرانیانی که در این قراردادها رشوه دریافت کرده، ابوالفتح مهوی، دوست نزدیک شاه ایران است. در یکی از اسناد سفارت آمریکا آمده که مبلغ 24 میلیون دلار به مهوی داده شد تا از طریق او به ارتش بود خاتم، شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی ایران تحویل داده شود. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی ارتش بود محمد خاتمی را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و در بالای این صفحه آمده است. حالا کمپانی های اسلحه سازی در آمریکا به یمن دلارهای نفتی ایران جان تازه‌ای یافته بودند. شرکت های آمریکایی نیز از هیچ کوششی به منظور افزایش نرخ دریغ نمی کردند. آنها نرخ را به صورت تصاعدی افزایش داده بودند، به گونه‌ای که در اسناد سفارت آمریکا در تهران نیز از آن با عنوان افزایش انفجارآمیز یاد شده. قیمت یک اسکادران F-4C که هیئت پترسون 32 میلیون دلار تخمین زده بود به 50 میلیون دلار رسیده بود. بلو شارک از 22.8 به 32 میلیون دلار افزایش یافته بود. تانک های شرایدن که بنا به تخمین پترسون 52 میلیون دلار بود به 87.3 میلیون دلار رسیده بود. در پاییز 1354 شاه تصمیم به خرید 160 فروند هواپیمای فانتوم F-16 از کمپانی نورثروپ گرفت که بهای کل آن 3 میلیارد و 800 میلیون دلار شد که قسمتی از بهای آن نیز نقدن پرداخت شد. در چنین وضعیتی بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف خریدهای تسلیحاتی میشد. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، در خاطرات مورخ 12 مرداد 1356 مینویسد: از هویدا راجع به مسئله قطع برق سوال کردم. او جواب داد: موقعی که فقط 30% از درآمد کشور در دست دولت قرار دارد و 70% بقیه را در اختیار شرکت نفت و ارتش گذارده‌اند، چطور میتوان از دولت انتظار داشت که فقط با 30% از درآمد کشور همه کارها را بدون عیب و نقص انجام دهد؟ خریدها به گونه‌ای سرسام‌آور انجام می‌گرفت. در برخی خریدها ارتش شاه حتی از وزارت دفاع آمریکا نیز سبقت می‌جست. روزنامه لوماتن در 18 مه 1978 نوشت: سطح خرید اسلحه توسط ایران خصوصاً از آمریکا به سالی 10 میلیارد دلار می‌رسد. ایران بیش از نیمی از سلاح‌های فروخته شده توسط آمریکا را دریافت می‌دارد.
بنابر گفته کارشناسان، شاه در آخرین سال ریاست جمهوری جرالد فورد پی به ارتباط نزدیک و سری مقامات آمریکایی با کارخانه‌های اسلحه سازی برده بود. ویلیام شوکراست در کتاب آخرین سفر شاه می نویسد، شاه به این نتیجه رسیده بود که بسیاری از توصیه‌هایی که در مورد خرید اسلحه از جانب مقامات آمریکایی می‌شود با این حقیقت آمیخته است که آنان روابط نزدیک و محرمانه‌ای با کارخانه‌های اسلحه‌سازی دارند. او می‌گفت آمریکاییان بی‌اندازه ادعای پاکدامنی می‌کنند و همیشه از وجود فساد در ایران شکایت دارند، حالانکه فساد به همین اندازه در خود آمریکا نیز وجود دارد. شاه از تأخیرها و افزایش قیمتها و غیر مؤثر بودن بسیاری از جنگ افزارهایی که خریده بود شکایت میکرد. روزنامه واشنگتن پست در 2 ژانویه 1977 در مقاله‌ای نوشته شاه به ارتش بود طوفانیان مأمور اصلی خرید اسلحه دستور داد یک گزارش 6 صفحه‌ای به دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بنویسد و از بدرفتاری آمریکا و سرخوردگی عمیق خود از پنهان کردن کاستی‌های یک سیستم رادار که کاخ سفید می‌کوشید به او بفروشد شکایت کند. در حین صرف نهار گفتگوهای تند و خشنی صورت گرفت. به روایت ایرانیان رامسفلد اظهار داشت مسئله این است که ایرانیان فاسدند. او هیچ مسئولیتی را در مورد رفتار آمریکا بر عهده نگرفت. به دنبال این واقعه شاه اظهار داشت حیله‌گری مقامات پنتاگون و نمایندگان نظامی و غیر نظامی آمریکا در اینجا غیر قابل تحمل شده است. با بالا گرفتن اعتراضات در سال 57، طوفانیان درخواست بازنشستگی می‌کند که مورد موافقت شاه قرار نمی‌گیرد. جنرال هایزر که در بوهبوه انقلاب توسط دولت آمریکا به ایران اعزام می شود می گوید طوفانیان در آخرین روزهای سلطنت از شاه دلخور بود، چرا که معتقد بود برای پست وزارت جنگ مناسب تر از ارتش بود شفقت است. هایزر در کتاب خاطرات خود می نویسد طوفانیان مرد پرتحرکی بود که دائما در حال حرکت بود. بازده و کارایی او برابر با 110% بود. طوفانیان نه فقط به عنوان یک سرباز برجسته بلکه به عنوان بازرگانی قابل و شایسته که گرداننده اردنانس عظیم خود در تهران است در همه جای دنیا مورد احترام بود. او تنها افسر نیروی هوایی بود که توانسته بود حصار را شکسته و به رده های بالا راه پیدا کند و جزو مشاوران شخصی شاه درآید. اغلب پست‌های حساس بالا توسط افسران نیروی زمینی اشغال شده بود و به همین لحاظ او به سبب این پست به خود می‌بالید، ولی به هر حال کمی ناراحت بود زیرا احساس می‌کرد که به عنوان مسن‌ترین، ارشدترین و شاید با کفایت‌ترین افسر ایرانی می‌بایست به پست وزارت جنگ منصوب می‌شد. عقیده داشت که سال‌ها شاه او را دست کم گرفته بود. او حتی بر این باور بود که شاه میبایست در نوامبر 1978 به هنگام انتصاب دولت نظامی او را و نه ازهاری را به این پست بگمارد. همچنین احساس میکرد حالا که نخست وزیر نشد لااقل شاه باید او را به ریاست ستاد ارتش منصوب کند. طوفانیان در همان زمان که تمایل به مسئولیت پذیری را به جنرال 4 ستاره آمریکایی اظهار می‌داشت، در این حال سرگرم تقدیم استعفای خود به شاپور بختیار نخست وزیر وقت بود و به دلیل بیماری تقاضای ترک کشور را کرده بود که این خواسته از سوی بختیار پذیرفته نشد. جنرال هایزر در خاطراتش با بیان نگرانی طوفانیان درباره سلامتی خود اظهار می‌دارد طوفانیان می‌خواست در صورتی که شاه کشور را ترک کند، او نیز چنین کند، زیرا مطمئن بود که در غیر این صورت کشته خواهد شد. طوفانیان در گفتگو با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، خودش به این سوال که چرا شاه هیچ وقت او را به عنوان وزیر جنگ منصوب نکرد، پاسخ گفته. او می‌گوید آنقدر درباره من حرف بد زده بودند که شاه می‌ترسید من را بگذارد وزیر جنگش، می‌ترسید. عنوان رسمی ارتش با طوفانیان معاون وزیر جنگ و رئیس سازمان صنایع نظامی بود، اما او با شخص شاه کار می‌کرد و از هیچ مقامی حتی رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ دستور نمی‌گرفت و اطاعت نمی‌کرد. طوفانیان آنگونه که فردوست او را معرفی می‌کند، فردی هوشمند، پرحافظه، سریع‌الانتقال و فوق‌العاده مسلط به حرفه‌اش بود و از نظر رفتار خوش برخورد و شوخ مزاج بود.
بیشک طوفانیان به خاطر نوع شغلش که تأمین کننده سلاح ارتش شاهنشاهی بود رابطه‌ای کاسبکارانه با شاه یافته بود. حرفه او اقتضا داشت تا به گونه ای ناپیدا در خدمت اعلی حضرت باشد، وگرنه عنوان و پست وزارت جنگ و ریاست ستاد ارتش اموری نبودند که شاه آنها را از او دریغ نماید. طوفانیان در آستانه انقلاب فرصت فرار از کشور نیافت. بعد از انقلاب حرف و حدیث ها درباره طوفانیان و دستگیری و یا فرار او از کشور متناقض است. برخی میگویند او توسط نیروهای انقلاب دستگیر و روانه زندان می شود. صادق خلخالی در این باره میگوید امام به من فرمودند شنیدم ارتش با طوفانیان را گرفتند. چون اسرار مالی کشور در پیش او می باشد، هر چه زودتر به زندان قصر برو و او را در جای امنی نگهداری کن و چند پاسدار به حفاظت از آنجا بگمار. من با عجله به زندان قصر رفتم. دفتر ورودی زندان قصر را ملاحظه کردم که ورود ارتش با طوفانیان را به زندان در آن دفتر ثبت کرده بودند. من با مسئول زندان قصر فرموده امام را در میان گذاشتم. او گفت خیالت راحت باشد، طوفانیان در جای امنی زندانیست و 5 پاسدار نیز در محل حفاظت گماردم. چون فرموده امام بود من قانع نشدم و به داخل بند رفتم. قسمت‌های مختلف را دقیقاً وارسی کردم اما اثری از طوفانیان ندیدم. آمریکایی‌ها دائما در صدد کسب اطلاعات درباره اسناد و مدارک مربوط به معاملات تسلیحاتی بودند. گزارش سری سولیوان، سفیر آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن، مؤید این نکته است. او می‌نویسد چنین به نظر می‌رسد که یک کمیته همه اسناد و پرونده‌های دفتر جنرال طوفانیان را برده و هیچ کس در میان اعضای دولت جدید ایران نمی‌داند این اسناد کجا هستند. ارتشبد حسین فردوس هم در بیان خاطرات خود به واقعه فرار طوفانیان از زندان و اهمیت اسناد و مدارکی که در دفتر کار او وجود داشت اشاره دارد. به گمان فردوس اگر نقشه فرار طوفانیان تحریزی نمی‌شد و یا مدارکی که در محل کار او بود به دست نیروهای انقلابی می‌افتاد، آنگاه یک افتضاح بزرگ جهانی در معاملات جنگ افزارهای نظامی برملا می‌شد. فردوس میگوید در جریان انقلاب طوفانیان بازداشت شد. نصرت الله پس از آزادی از زندان برایم تعریف کرد که روزی عده‌ای آمدند و طوفانیان را از زندان قصر به لویزان بردند. مدارک معاملات اسلحه در لویزان نگهداری میشد. ظاهرا در آنجا طوفانیان مدارک را به یک فرد آمریکایی تحویل داده و سپس به اتفاق او از کشور خارج شده. فردوس در ادامه میگوید چرا آمریکایی‌ها پس از انقلاب طوفانیان را فرار دادند؟ اگر طوفانیان و اسناد خرید اسلحه میماند، انتشار آنها بزرگترین افتضاح جهانی را به پا میکرد و خیلی‌ها در آمریکا آبرویشان میرفت و سرنگون میشدند و ماجرای شدیدتر از واترگیت به پا میشد. شاید نشود به خاطرات حسین فردوس که در دوران زندان نوشته شده چندان اعتماد کرد، اما جیمز بیل نویسنده کتاب شیر و عقاب روابط بدفرجام ایران و آمریکا نیز اظهارات فردوس را تایید می کند. او در کتابش می نویسد پیوندهای طوفانیان با پیمانکاران و رؤسای شرکتهای آمریکایی به اندازه نزدیک بود که این گمان را پس از پیروزی انقلاب پدید آورد که عوامل آمریکایی فرار طوفانیان از زندان را موجب شدند و وی را به خارج از کشور و سپس آمریکا هدایت کردند تا مبادا با دستگیری طوفانیان آگاهی‌های شفاهی که او به حافظه سپرده بود برملا گردد. اما نویسنده کتاب سراب یک جنرال روایت دیگری از ماجرای فرار ارتش با طوفانیان دارد. صفاءالدین تبرایان در کتابش نوشته در ملاقاتی که با برادر طوفانیان محمد تقی داشته با او درباره ماجرای فرار صحبت کرده. به گفته او طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده بود در جلسه شورای عالی نیروهای مسلح در روز 22 بهمن شرکت نمی کند و از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و همه تماسهای خود با خارج از آن مکان را قطع می کند. شخصی که به نام طوفانیان دستگیر و به زندان قصر منتقل می شود برادر وی هادی بوده که در اسناد به دست آمده این نکته کاملا مشهود است.
به هر روی طوفانیان حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده و طی این مدت بارها محل اختفای خود را تغییر داده تا اینکه بر اثر برنامه‌ریزی خاصی در 17 شهریور 1358 با یک دستگاه سواری بنز و مسلح به 7 تیر و مسلسل در حالی که ریش گذاشته بود از مرزهای غربی کشور به ترکیه می‌گریزد. شایعات مربوط به دستگیری طوفانیان در روزهای اول انقلاب از آنجا ناشی شد که در آن ایام پاسداران انقلاب منزل یکی از برادران او به نام هادی را در ولنجک زیر نظر داشتند و شبی به تصور آن که حسن طوفانیان را به دام خواهند انداخت خانه را محاصره کردند و به اشتباه هادی را به جای حسن دستگیر و روانه زندان کردند. یک گزارش سری سفارت آمریکا در تهران هم مؤید همین نکته است. کسب اطلاعات بیشتر درباره دستگیری جنرال طوفانیان نشان داد که برادرش هادی به وسیله نیروهای انقلابی دستگیر شده. طوفانیان که فرار کرده بود به آمریکا رفت و در واشنگتن زندگی مرفعی برای خود دست و پا کرده بود. او در تهران هم که بود زندگی بسیار مجللی داشت. جنرال هایزر در زمان اقامت در ایران که به خانه او رفته بود در توصیف خانه او می نویسد خانه مجلل و بزرگ با اساسیه زیبا بود. قالی‌های ایرانی همه جا دیده می شد. اتاق پذیراییش افسانه‌ای بود. سطح آن 50x50 فوت و ارتفاع آن 25 فوت بود. از شکوه و دلفریبی آن هرچه بگویم کم گفتم. بسیاری از چیزهایی که در آن اتاق برای تزیین گذاشته شده بود بی تردید هدایای مختلفی از سراسر جهان بود. هنگامی که فردی چون هایزر که در درازای عمر خود خانه‌های مجلل فراوانی را دیده از مشاهده چنین خانه‌ای در تهران این گونه تعریف و تمجید می‌کند، می‌توان فهمید که ارتش بود طوفانیان در دوران مسئولیت خود به چه ثروت کلانی دست یافته و در چه موقعیت ممتازی قرار گرفته بود. برخی می‌گویند در دورانی که شاه سالانه دست کم 10 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی داشت، حتی اگر 1% هم کمیسیون به طوفانیان رسیده باشد، رقم آن در سال‌های متمادی دهه 50 بسیار درشت و باور نکردنی است. ارتش بود فردوس در این باره میگوید اگر در هر معامله محمد رضا شاه 0.5% هم به طوفانیان میداد در طول سالها این رقم بسیار کلانی میشد. ارتش بود طوفانیان در اواخر عمر به سرطان مثانه مبتلا شد و در سال 1377 در سن 85 سالگی در واشنگتن درگذشت. این هم داستان زندگی ارتش بود حسن طوفانیان. نظر شما درباره طوفانیان و خریدهای نظامی ایران از آمریکا و دیگر کشورها در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.